گفتن امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه با قرین خود که چون خدو انداختی در روی من نفس من جنبید و اخلاص عمل نماند مانع کشتن تو آن شد گفت امیر المؤمنین با آن جوان که به هنگام نبرد ای پهلوان چون خدو انداختی در روی من نفس جنبید و تبه شد خوی من نیم بهر حق شد و نیمی هوا شرکت اندر کار حق نبود روا تو نگاریده کف مولاستی آن حقی کرده من نیستی نقش حق را هم به امر حق شکن بر زجاجه دوست سنگ دوستن گبر این بشنید و نوری شد پدید در دل او تا که زناری برید گفت من تخم جفا می کاشتم من تو را نوعی دگر پنداشتم تو ترازوی احد خوب بوده ای بل زبانه هر ترازو بوده ای تو تبار و اصل و خیشم بوده ای تو فروغ شمع کیشم بوده ای من غلام آن چراغ چشمجو که چراغت روشنی پذرفت از او من غلام موج آن دریای نور که چنین گوهر برآورد در ظهور عرضه کن بر من شهادت را که من مر تو را دیدم سرافراز زمان قرب پنجه کس زخیش و قوم او عاشقانه سوی دین کردند رو او به تیغ حلم چندین حلق را واخرید از تیغ و چندین خلق را تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر بلز صد لشکر زفر انگیزتر ای دریقا لقمه دو خورده شد جوشش فکرت از آن افسرده شد گندمی خورشید آدم را کسوف چون زنب شعشا بدری را خسوف اینت لطف دل که از یک مشت گل اینت لطف دل که از یک مشت گل ماه او چون می شود پروین گسل نان چو معنی بود خوردش سود بود چون که صورت گشت انگیزت جهود همچو خاور سبز کشتر می خورد زان خورش صد نفع و لذت می برد چون که آن سبزیش رفت و خوش گشت چون همان را می خورد اشتر زدشت می دراند کام و لنجش ای دریق کان چنان ورد مربی گشت تیق نان چو معنی بود بودان خاور سبز چون که صورت شد کنون خوشکست و گبز تو بدان عادت که او را پیش از این خورده بودی ای وجود نازنین بر همان بو می خوری این خشک را بعد از آن کامیخت معنی با سرا گشت خاکامیز و خشک و گوشت بر زان گیاه اکنون بپرهیزه شطر سخت خاکالود می آید سخن آب تیره شد سر چه بند کن تا خدایش باب صاف و خوش کند او که تیره کرد هم صافش کند صبر آرد آرزو را نشتاب صبر کن والله اعلم بالثواب.